خب دوستای خوبم سلام به کلاس درس خوش اومدین امروز میخوایم با هم شروع کنیم یک مفهوم بسیار مهم دیگر رو از الکتریسیته ساکن به نام انرژی پتانسیل الکتریکی من کلا انرژی پتانسیل رو من خیلی دوست دارم چون من یاد مفهوم پتانسیل میندازه مثلا وقتی میگیم فلان آدم پتانسیل انجام یک کاری رو داره یعنی اینجوری نیست که الان داره اون کار رو انجام میده ولی یک چیزی توش هست و دقیقا در فیزیک هم یک همچین مفهومی هست من میخوام برای توضیح انرژی پتانسیل الکتریکی اول یک سری بزنیم به انرژی پتانسیل گرانشی که قبلا خوندیمش در کتاب فیزیک دو خب فرض کنید این سطح زمین باشه یعنی این زمین هست زمین زمینو در الکتریسیته مخصوصا این شکلی نشون میدیم و یک جسمی من به جرم M در فاصله مثلا H از زمین داشته باشه حب. یعنی این فاصله هست h اگه یادتون باشه ما گفتیم که انرژی پتانسیل گرانشی این جسم هست mgh در حقیقت mg نیروی بود که به این جسم در این راستا وارد شود و این میشد fg ضرب در h درسته یعنی اگه من بخوام همینو مشابه میدان الکتریکی بگم این درست مثل اینه که ما یک میدان گرانشی در فضا داریم در این راستا که اندازه میدان هست G و وقتی یک جرم به جسم M ببخشید یک جسم به جرم M من برعکس گفتم در این میدان قرار میدیم به اندازه جرم ضرب در اندازه میدان یعنی M ضرب در G بهش نیرو وارد میشه خب حالا پس ما دیدیم که انرژی پتانسیل بود این اما این انرژی پتانسیل معنیش چی بود معنیش در حقیقت کاری بود که ما لازم داشتیم انجام بدیم تا این جسم رو از سطح زمین یعنی فرض کنیم جسم اینجا باشه منتقلش بکنیم بیاریمش این بالا درسته یعنی اچ تا به اندازه ارتفاع اچ جابجاش بکنیم خب بیایید الان ما این کار رو حساب بکنیم یادمون هست که کار بود F یعنی نیرویی که ما وارد میکنیم ضرب در D یعنی جابجایی ضرب در کسینوس آلفا یعنی زاویه جابجایی که حالا اینجا ما چون اینو مستقیم میاریم بالا کسینوس آلفا همون یک میشه چه نیرویی ما باید به این جسم وارد بکنیم که اون رو با سرعت ثابت بیاریمش به ارتفاع خب الان داره یک نیروی MJ در این راستا به این وارد میشه پس من باید یک نیروی دقیقاً برابر MJ به سمت بالا وارد بکنم تا بتونم این جسم رو با سرعت ثابت بیارم بالا البته اولش ما باید یک ذره نیروی F رو بیشتر از امجه بکنیم خیلی کوچولو که این شتاب بگیره و حرکت کنه اما اون خیلی کوچیکه و در یک زمان نزدیک یک زمان خیلی خیلی کوتاه این کارو میکنیم و بعد فقط کافیه که F با امجه برابر باشه در نتیجه برای اهداف ما در این سطحی که میخوایم با هم فیزیک بخونیم همین کافیه که فرض کنیم F باید برابر با MJ باشه که با سرعت ثابت جابجا جا بشه پس W میشه MJ ضرب در D که هست H اه چه جالب شد دیدیم که این دوتا با هم برابرن یعنی من کاری که انجام میدم تا این جسم رو از این سطح زمین ببرم به ارتفاع H به صورت انرژی پتانسیل در اون ذخیره میشه حالا مفهوم این انرژی پتانسیل چیه مفهومش اینه که این الان یک پتانسیلی درونش هست یعنی اگر من این جسم رو از این ارتفاع که انرژی پتانسیلش این هست رها بکنم این جسم تا برسه به زمین سرعت میگیره درسته این مفهوم انرژی پتانسیل اما چیزی که من اینجا الان میخوام بگم اینه که این H نسبی بود یعنی ما نسبت به زمین گفتیم این انرژی پوتانسیلش MJH هست. هست من میتونم بیام مثلا یک سطحی رو اینجا در نظر بگیرم و بالای زمین مثلا یک میز بذارم که ارتفاع این جسم نسبت به اون میز باشه مثلا H1 و بعد میتونم بگم که کاری که من باید انجام بدم که این جسم رو از سطح میز ببرم به ارتفاع H1 رو میذارم W1 هست MJH1 این بار و در نتیجه انرژی پتانسیل این جرم من به نسبت میز هست ام ج اچ این پوتان... انرژی پتانسیل به نسبت میز هست و یا حتی من میتونم یه گودال اینجا بکنم و بگم که اگر من بخوام این جسم ام رو از داخل این گودالی که توی زمینه ببرم به ارتفاع مثلا این باشه H2 ببخشید دیگه اینجا داره شلوغ میشه انرژی پتانسیلی که در اینجا به نسبت این فاصله درش ذخیره میشه هست ان ج پس انرژی پتانسیل در حقیقت یک کمر نسبیه یعنی من نسبت به ارتفاعهای مختلف انرژی پتانسیل جسم رو میگم و متناسب با اون اگر من این جسم رو رها بکنم اگر برسه به این نقطه یعنی داخل زمین سرعتش بیشتر خواهد بود تا برسه به این نقطه روی میز چرا چون انرژی پتانسیلش در به نسبت این گودال بیشتر هست نسبت به انرژی پتانسیلش به نسبت این میز خب انرژی پتانسیل الکتریکی هم دقیقا یک چیزی شبیه اینه یعنی من میتونم بگم که دقیقا شبیه اینه تنها فرقش اینه که این منبعی که میدان الکتریکی رو میدان گرانشی رو تولید میکنه اینجا که جرم زمین هست در اونجا چیز دیگه ایه. خب پس اجازه بدید من این رو صفحه رو پاک بکنم تا ما بریم سراغ پتانسیل الکتریکی خب حالا بیایید فرض بکنیم که یک میدان الکتریکی یک نواخت ما در همه صفحه داریم یعنی من اینجا بکشم میدان رو براتون یک میدانی مثلا در اینجا هست ما داریم یعنی همه صفحه یک میدان الکتریکی هست حالا بعدا خواهید دید که یک چنین میدانی رو میشه با استفاده از یک سری ابزارهای ساده الکتریکی تولید کرد خب این الان یک میدان ای هست که در همه صفحه یک نواخت و خب بیایید فرض کنیم که مثلا این میدان اندازش هست نمیدونم مثلا پنج نیوتون بر کولن حالا سوالی که من میخوام از شما بپرسم و با فکر کردن به این سوال میتونید مفهوم پتانسیل الکتریکی رو درک بکنید اینه که من مثلا یک بار مثبت مثلا چقدر مثلا یه میکروکولنی اینجا دارم سوالی که من از شما میپرسم اینه که چقدر کار من باید انجام بدم که این بار رو از این نقطه منتقل بکنم و بیارمش به مثلا این نقطه در این راستا و فرض کنیم فاصله این هم از هم هست مثلا یه متر خب چجوری به این سوال جواب بدیم؟ باید برگردیم به قوانین نیوتون چه اتفاقی اینجا داره میفته؟ خب بار مثبت میدونیم از جلسات قبل که در جهت میدان بهش نیرو وارد میشه F ای -E. پس من باید دقیقا در عکس جهت میدان به این بارم نیرو وارد بکنم و این نیرو باید دقیقا برابر اف ای -E باشه درست مثل چیزی که همین الان راجع به جرم دیدیم اولش باید یه ذره بیشتر باشه و بعد ثابت باشه تا من این بار رو از این نقطه به این نقطه با سرعت ثابت منتقل بکنم خب و بعد میتونم بگم که W برابر هست با F ضرب در جا به جایی، یعنی D که F هم میدونم هست E ضرب در بار ضرب در دی درسته پس این میشه کاری که من باید انجام بدم که اینو از این نقطه بیارم به این نقطه حالا میشه اینو حساب هم هم کرد میشه 5 نیوتن بر کولن ضرب در یک میکرو کولن ضرب در یک متر درسته میشه 5 کولن با کولن ساده میشه 5 میکرو نیوتن متر که نیوتن متر هم حتما یادتون هست همون جوله پس این میشه 5 میکرو جول. یعنی من باید 5 میکرو جول کار انجام بدم که این بار مثبت رو با سرعت ثابت منتقل بکنم و بیارمش به این نقطه که یک متر ازش عقبتر هست و مفهوم انرژی پتانسیل الکتریکی دقیقا همینه بذارید اسم این نقطه رو بذارم نقطه دو این نقطه یک الان انرژ... انرژی پتانسیل الکتریکی این بار من یعنی کیو در نقطه دو بذارید اینجوری بنویسم دو به نسبت نقطه یک برابر پنج میکرو خب و این مفهوم انرژی پتانسیل بار در نقطه دو به نسبت نقطه یک واقعا جالبه چرا؟ شما اگه از میدان گرانشی که چند دقیقه پیش دیدیم یادتون باشه من گفتم که وقتی یک مثلا فرض این سطح زمینه و این هم جرممون من اگر این جرم که انرژی پتانسیل MGH داره رو رها بکنم میره به سمت زمین چون میدان گرانشی زمین رو به پایینه دقیقا همین اتفاق هم اینجا میفته این انرژی پتانسیل دو به نسبت یک که ما حساب کردیم بود پنج میکرو جول. یعنی اگر من این رو رها بکنم در این نقطه و دیگه این نیروی F رو بهش وارد نکنم جسم من به این سمت یعنی در راستای میدان حرکت میکنه و وقتی که برسه به این نقطه تمام انرژی پتانسیلش به انرژی جنبشی تبدیل میشه بیاید اصلا حساب بکنیم این رو فرض کنیم مثلا جرم این جسم هست یک گرم و اون وقت وقتی که من اینو این نقطه دیگه نیروی F بهش وارد نکنم انرژی پتانسیلش در این نقطه به نسبت نقطه یک هست پنج میکروجول و این کلش تبدیل میشه به انرژی جنبشی یعنی یک دوم جرم ضرب در سرعت به توان دو اگه یادتون باشه و جرم هم که بود یک گرم یعنی یک دوم ضرب در ده به توان منفی سه کیلوگرم ضرب در V به توان دو این هم که بود پنج ضرب در ده به توان منفی شیش پس V به توان دو مساوی میشه با دو رو بیاریم این این میشه ده این هم ده به توان 6 با ده به توان منفی 3 ساده میشه میشه ده به توان منفی 2 در نتیجه سرعت میشه یک دهم متر بر ثانیه درسته؟ خب خیلی هم خوب یعنی ما فهمیدیم که اولا انرژی پتانسیل در یک نقطه به نسبت یک نقطه دیگه تعریف میشه و وقتی که مثبت باشه یعنی مثلا باشه 5 میکروژول این یعنی اینکه در اون نقطه ما یک پتانسیلی در اون جسم هست که اگر هیچ کاری به کار اون جسم نداشته باشیم و رهاش کنیم وقتی که برسه به اون نقطه اولیه تمام اون پتانسیل به انرژی جنبشی تبدیل میشه و در نتیجه ما میتونیم حتی سرعتش رو هم در اون نقطه حساب بکنیم خب این فعلا مفهوم پتانسیل الکتریکی بود اینکه به نسبت یک نقطه دیگه تبدیل میشه و برابر با کاریه که لازمه تا از نقطه اول جسم منتقل بکنیم به نقطه دوم در جلسه بعد با تعاریف و در حقیقت تعاریف دقیقتر انرژی پتانسیل آشنا میشیم در ویدئوی بعد میبینم اتون خدافز